خواهش میکنم ببخش منو، همین یه بار، همین یه بار، همین یه بار چشتو ببن، چشتو ببن، گناه من بگذران، خواهش میکنم هر کاری میخوای با هم بکن، منو ببر خونه، فقط زندانی بکن، آره آره زندانی بکن، کتکم بزن، دیکه دیکم کن، آتیشم بزن، بزن با تو بگوزم، بزن با تو بزن، بزن دست تو باش کنم، بزن دست، حالا خواهش میکنم هر کاری میخوای با هم بکن، هر کاری میخوای با هم بکن، فقط فقط آورم نکن آتم، فقط آورم نکن، فقط آورم نکن، خواهش میکنم من تنهایی و بیپنهایی میترسم آتم، من هیچ کس رو غیر از تو ندارم، کجا برم چیکار کنم؟ تو روح مادرت قسمت میدم لیاقت این خونه زندگی رو نداری، دیگه نمیخوام ببینمت، برو. خوشمزه بود، فقط گردو نداشت، گردوش بالای درخته، دست من و مامان که نمیرسه، تو بعدیه بچینی میگم دستت به گردوها نمیرسید بچینی، ولی اونا رو خوب چیدی ها؟ اونا چی هن؟ ابراتو برداشتی؟ مبارکه، خوبه، قبلا حواست به این چیزا نبود. پاران جان میخوام ببرمت. کجا؟ پیش خودم، میخوام بریم تهرون. مامانم که هیچ، تو بله رو بگو، مامان با من، مامانو که نمیذاریم اینجا تنها بمونه. میای؟ نه. چرا؟ چون نمیتونم. چرا نمیتونی؟ به خاطر همو ابوام. یه بار دیگه بگو. خبراییه، پیش خودمون بمونه ها، پیش خودمون بمونه؟ تا کی؟ تا هفته دیگه که با گل شیرین اومدن. پس بگو ای زنگ زنگ یونس پاشو بیا، داستان این بوده، داستانش اینه که هفته دیگه خونه باشی. خب حداقل الان داری دعوت هم میکنی، دارم ازت قول میگیرم. باشه، منم قول میدم با تو بکش کنان رام هستم اینجوری باشن نمیشه. خدا رو چه دیدی؟ شاید ما هم اومدیم و بختمون باز شد. تو که خیلی وقت وقتت باز شده، خودت قدر میدونی.
واسه شعله زرد آورده بود دیروز. این دختر شیرعلی همه شوهرش ندادن؟ خیلی مهربونه، منتظر توی دیگه. نمیدونی با دارشین چجوری رو کاسه شعله زرد نوشته بود یونس. آقا اصلا نمیخوام بختم باشه، همون کاسه رو حلوا میریختیم گفتی یونس مرد پسش میده. ناشر که دیگه عمرن توی تهران با یه عروسی بتونی پنج شما درزم پیدا کنی. پنجمی رو گرفت شیرعلی؟ بابا چه آدمیه. تو یاد بگی شب هم مامان منتظرته با همون کاسه شعله زرد دخترت. امشب که نمیتونم بیام. چرا نمیای؟ خب کار دارم باید برم. چی کار داری؟ تازه اومدی؟ حالا برمیگردم. کی؟ من که باید حتما بیام دیگه. میام دیگه، هفته دیگه میام. خودم در واسه خانواده داماد باز میکنم، ببینن عروس خانم چه داداش دست گلی داره، چه مجلسی بشه، چه رقصی بکنم. میرخصی؟ آره، بعد بهم یاد بدی. یا رقص که بلد نیست. باشه، وقت هم موتور سواری من یاد میدی؟ بچه پر رو میخوری زمین خطرناک موتور برای تو. خود ندیون اسمیه یا بابا بل کنی دیگه. من که میام که برو کنم کنم روشنش. کرایه مینی بوسی که من دادم تا اینجا هم که عمرن نمیورد. اسم نمیخوای بذاری کف دست ما؟ بیا فقط با پوست نخوره دل لر بشی. اینو هرچی با میکنی؟ میخوام مال من باشه. مواظب خودت هستی یونس؟ تو هستی؟ بله. منم بله. میدونی زنش برای چی رفته؟ به خاطر بچهش. چیزی که ای هست؟ حالا بعد هم میریم صحبت کنم. خدا حافظ. خدا حافظ. وایسم؟ نه نه خیلی. ای جان بودو بودو برو تو بیان دوستم بکنم. بیا قربونه برم. بیا سلام. سلام یونس. سلام رسول. تو گفتی بیا تو کار داشت باید میرفت. یه عالمه دلمه براتون درست کردم. با تنهایی رفتی نره دیگه. راما بند نمیشد. بودم لباسه تو عوض کنیم جوری نری. اگه پرستار تویی که بعد نیست مریضم بشیم. وقتی پرستار راما میچکیم پرستار تو بشن شکلی دیگه میشن. بهتر از این میشی؟ یه برو تو بابا. انگوشتره کو؟ انگوشتر؟ به دستم میاد؟ آره. حالا چی؟ اینم داشته امروز آی سهولتو بیارم. کار نکنم. کی؟ همینه که اومدن. سلامت هم خواهد. کیا چی میخوان؟ بازرسه این مردنه. بستش اصلا شما رو ببینه. حنیفی هم هست؟ اون دیگه نمیاد. اینا جاش اومده. مزه دهنشون چیه؟ تلخ. برج زهرمار. نمیگفتم بازرسه. فکر میکردم از امنیه اومدن دنبال لزوقاته.
کارگرها بیرون معطلن. این برای شماست. پولو مره چی؟ بابت همون تخلفاتی که داخلیش ذکر شده. من بابت اینا با بازرس قبلی صحبت کردم، همش حل شده بود. یه مورد تحویهش مونده بود که اون که آقا تو دست انجامه، منم الان اینجا می‌نویسم که سریع‌ترم انجام بشه. وقتی اون بازرس قبلی تو خونش نشسته، یعنی هر توافق باد حواس و چیزی حل نشده. این کیسه ای که شما دوخته این برای معدن ما گشاده. ما اینجا از این پولا نداریم. چهار قلمش شما گل بگیرین، دو قلمش هم ما رفع و رجوع میکنیم تموم شه بره. الان داری به من پیشنهاد رشوه میدی؟ شما هر اسمی میخوای روش بذار. یه پولی رو دو روز جلوتر بگیری رشوه است، چهار روز دیرتر بگیری میشه جریمه. شما دیرتر بگی که شبا راحت‌تر بخوابی. تو مثل که کلت خیلی باد داره. وقتی حکم تعطیلی و پلمپ معدن رو برات فرستادم میفهمی تو روز روشن نباید سیویل مأمور مملکت رو چرب کنی. شما راست میگی، من قبلا کلم خیلی باد داشت، ولی الان اصلا دیگه کله ندارم. برو به اون رئیست که شما رو یک درمیون میفرست اینجا بگونه. سرخی گفت من سیبیلی رو که نتونم چرب کنم از تمی تراشم. یه سنگ از این معدن کم شه، سنگ قبل با اسپانیش رو سیغل میدم. حالا چه تو باشی چه گنده تر از تو. شایی بگو کارگر رو کار کنن. چشم آقا. آتیش جهنمه تیزوم جمع میکنی؟ جمع کن بدبخت، جمع کن. کاش یه نفر بود من اینجوری لیف و کیسه میکرد تو این حوض. در تیمی هم بد دردی ها. نترس، نوبت لیف و کیسه تو هم میرسه، ولی رو تخت قصال خونه. دلت میاد یه جوون اینجوری ناکام از دنیا بره؟ والا ما هرچی این دختر مختره رو تو شهر میبینیم یه صدقه واسه دختره تو میدیم، یه ماشالله میبندیم به قد و بالاش. ماشالله. بیشتر از اینا باید بارز کنم. حیف که دهنم بسته است. اگه بدونی چه رخت گیپوری تو شهر واسه دخترت دیدم اینجوری با من حرف نمیزنی. نارتی داریم؟ بکنی چه کفن خودت باش، نمیخواد براشون رخت گیپور بخری. آبا شما چتونه؟ مثل سگ پاچه میگیری. خوبی هم بهتون نیمده؟ خوبیه برو واسه احمد بکن که پاشه کوشش مخملیه. اینجا حتما مخملیه. تو رو بگوی که بلوریه. یه روز دوارم عوضه آقا. خونه نیستم. آقا موسا. ببین. تو هر چقدر هم ترشی کنی با اون قند سشات میشی ملس. منم که فرام بگی یه برو چشم. کیه؟ سلام خانم، برامم یه بسته براتون اومده. من چیزی سفارش ندادم. پس این مال کیه؟ برای اینجا اومده. روش نوشته از طرف دانیال. خوبی خانم؟ فردا راست ساعت 8 باید تهران باشم. خب تو ساعت 6 میای دنبال من باشه. ببین یه لباس خوب بپوش، یه دستی هم به اون قارقارکت بکش. بزن بکشه من، بزن بکشه من. آره من خول شدم، گیر شدم، روانی شدم. نگو خواب نمیدم، اصلا خواب نمیدم.
چی شد؟ ببین یادت بهت گفتم که اگه دانیال جوابمو داد میخوام سفره بندازم کل این سیارو رو سور بدم. خب خب که خوب دیگه باشو برو اون دیگاتو بذار. جواب داد. جوابمو داد. نگاه کن. تو رو خدا نگاه کن. بلیت فرستاده و برم تهران کنسرت. واقعا خودش فرستاده؟ چی یعنی فکر کنه الکیه؟ نکنه واقعا یکی میخواد اذیت کنه منو. نه بابا دیوونه شدی، بلیت کنسرت خودش دیگه. حالا تو چرا قرمز شدی؟ احساس میکنم این مغز من داره میسوزه واقعا. احساس میکنم دارم آتیش میگیرم. خنک شدی؟ بیدار شدم. مارال من چی کار کنم؟ وقت ندارم اصلا. چیو چی کار کنم؟ ای نمیخواستی ببینیش؟ آره ولی با این سر و وضع. چشم اگه؟ لباس چی بپوشم؟ ببین اون پولکدار نقره‌ایه خوبه؟ من الان به چی میخندی؟ آخه یه جوری حرف میزنی و دلشوره داری انگار عروسی ده. ببین موهامو میتونی برام رنگ کنی؟ رو سری تو در بیار. یه چیزی هم برات آماده کردم که برات ببری. توپ تو این شانس نه بابا این من این تاسه هست بی خودت باید با اون سکونی ها بازی. توپ تو این شانس تو که 40 سالی داری میبازی اینم روش دیگه. این عدابازی ها چیه؟ من یه دفتی که بچه سر چی؟ سر یه بله این آقا بود. بازی رو بکن اسم افسانه رو نگیرست. خوب دیگه اونجوری دیگه سر هرچی شما بفرمین میگه. سرش چی؟ من چی میگم سر هرچی شما بفرمین انگار رو گنج سلیمان نشست. بازم بگویم چی واسه مونده اینو بازی کن. حالا شما چی کار داری؟ اینا رو میزنیم به چوب خط دیگه. ها بفرمه این سر چی؟ بفرمه شیشلول شکاریه. نه اون که یادگاری آقامه. نه به جز اون سر چی؟ این خونه این باقم ارث پدرت بود، به هفتش نرسید همه رو دادی رفت. حالا اینجا سریدار شدی خوش میگذره. الان توفنگ باز بیش من باشه. ببین ارث نقلش با یادگاری فرق داره. ارث رو باید با یادگاری رو باید نگر داشت. بفرمایید بچه. ببخشید کی میگه که من اینجا رو باختم؟ مهم سگ باقه که باید اون تشخیص بده که صاحب باغ کیه. اونم تشخیص داده که منم. اون انگشتر کله قندیه که به حجت باختی اون مگه یادگار مادرت نبود؟ خب سگ خورد اصلا سر شیشلول میزنی. اصلا دنیا به ایجاد نیست. نه همه چی رو باختی رفتی باز میگی سگ خورد؟ نه به خدا سر بد اقبالی بود. من نه این که به هیچم باشه ها، نه غیر شاهین دنیا به هیچم نیست. در فکر
در فکر تو بودم که یکی حلقه به دست زد، اخ مامان حلقه به دست زد. گفتم گفتم فرشته من، بهروز چیه؟ چی میگی؟ ببینین چیه؟ کجا بودی؟ همینجا که میکندم شبیه که عرباز ببینم خودشه که عرباز ببینم آقا عبدالله کرواز بده برم آتم خون مشتلوغ بگیرم بیا ببرم مشتلوغ بگیرم سلام علیکم اون راست سلام آقا غذا و روزنامه رو براتون آوردم فرشته نجات هم اومد الان بکشم براتون بهرام بهرام بیا گوش بده ببین من یه رفیقی دارم سناتوره خب سناتور از این واقعی ها خب یه دختری داره دنبال یه داماد خلف میگرده من پسر خودم شاهینو پیشنهاد دادم قبول نکرد شما داماد ایشون میشی یا نه؟ من آقا؟ نه من شما نمیخوای من ساقدوشت بشم؟ آقا من سگ کی باشم نخوام شما ساقدوشم باشم آقا ادبو ببین ببین ادبو آره بهرام این چیزو تعریف بکن چرا به اسم میگم بهرام بوقی؟ آقا میدونن دیگه نه جانه من نه من با اجازت تو مخوام آره یه بار دیگه تعریف همین بچه های بی تربیت هم دیگه آقا ما قبلا آبالبالو میشوخیم تو کوچه ها بوق میزدیم سر همین هنوز به اون میگم بوق این صداش هم خواهش میکن خب برام ببین من میتونم دست تو رو بذارم تو دست دختره دختر سناتور فقط سناتوره برای دومادش یه شرطی داره چیا؟ برو اون قیف رو بیار از رو بشکه خدا آفتر
خب کجا نگر داشتی اینو؟ چکار اینو بکن تو شلوارت. اینجوری؟ بله. تو سه نوبت قندو میذاریم اینجا. خب شما باید اینو بندازی تو این قیفه. نه با گوشه بابا آفت. نه دومات میشی تو. خب بایسا برو. من ازت توقع دارم مرد حسابی. سه بار باید بندازم یا آقا تو سه بار باید هر ستاش بیفته؟ بله هر ستاش باید بیفته. اینو تمرکز کن لطفا. بذار دومات بشی. خب بندازم آقا. نه خوب بود آقا. شوخه دیگه. وای اومد سناتور رو ببین، من از نزدیک ندیده بودم. آقا الان دخترشون رو میدم به ما. دختر خیلی خوشگله. ما رو کنی من چطور بزنم کجا پر بشین عرب کوف کن آبرونو بدی. بشین بشین جاهرونو بردی. آخه این ناموس پول نداری گم خانمیه. کارا چی اینجا بکنی؟ چه صفت های اونجا شون زیاده شده هار شده. مراتم خانه دلی آبرونشو میبری. تو چطه؟ عدبون ترسی؟ هیچیم نباشه. سلیم یه نفر رو کشتیم. کی گفته عبدالله مرده؟ اگه نمورده چرا گذاشتین شونی؟ اصلا چرا قایمش کردین تو معدن؟ اون بدبخت اگه زنده هم باشه رنگ صبح نمیبینه. هرچی هم بشه ما چهارتا با همیم یادت باشه. من و تو و سهراب و سعید. من کاری نبودم. اصلا امشب میرم همه چیو با آدم خواه میگم. چی بهش میگم؟ من بهش میگم عبدالله خواست بیاد بهتون بگه کرو پیدا کردیم ولی بچه ها زدن خلاصش کردن. چی خلاصش کرد؟ سهراب پلش شد سرش خورد به سنگ. من که ندیدم سهراب پلش بوده. سعیدم ندید. تو هولش دادی بعد که هرش چگونی بعدم گفتی ببرم گروه گروهش کنی. من هولش دادم؟ بعد اینو کی گفته؟ من اون دوتای دیگه. حالا این کربا چقدر میارزه؟ اون که در آوردیم خرج کفن رفت نه عبدالله میشه که باید بدیم بدنش. ولی اگه اون رگه که تو معدن دیدم بکشیم بیرون نون اون تو روغنه. من اگه اونجا کارگر نداری چجوری میخوای بکشی بیرون؟ شبا میریم که نیستم. فردا هر شب میریم افایی هستی. نامردی نیست؟ اون آدم زغالش واسه نای سرخی هست نه که روش. الان پاشو بریم کامیون رو فردا بارگیری دارم کار داریم. میام نریم یه سر بزنیم ببینیم عبدالرسیان دست یا مرده. پاشو پاشو بریم.
آقا خانم با کی کار داری؟ با حاتم خان کار دارم. کجاست باید ببینمش؟ کارت چی بگو من بهش میگم. دنبال شوهرم آمد. دیروز که از معدن تعطیل شده نیومده خونه. شوهرت کی هست؟ آقا عبدالله حسارکی. کل حسارک رو زیر رو کردم. از کسی ازش اصلا خبر نداره. چی شد اینجا شونده؟ آماده شده آقا، دارم براتون میارم. ببخشید دیر. این زن چی میخواد اینجا؟ میگه دنبال شوهرش آقا. مثل اینکه از دیروز تا الان نیومده. شوهرش به ما چه ربطی داره؟ خانم مگه هر کی گم و گور میشه میارنش اینجا؟ برو ببین سرش گرم کدوم آخری که تو رو یادش رفته. بله؟ جواب نده. دخترش نیستندش جنبه. چی شد آقا؟ یا کارت دارم. راما؟ راما؟ یه خاله واسه تخم مرغ اصلی درست کردم. پسرت چطور؟ خوبه. امروز تو روزنامه یه آگهی دیدم، یه مدرسه ای هست که بچه های مثل اون اونجا نگه میدارن. گفتم شاید بد نباشه یه توکیپا ببریش اونجا با بچه های مثل خودش بازی بکنه. مثل خودش؟ بله دیگه. یه وقتی دید نطقش باز شد. نطقش باز آقا جون. ما که نمیفهمی چی میگه. من میفهمم، خوبم میفهم. بکرم یه راه حلی که نه اون زجر بکشه نه تو. چه زجری؟ اون حالش خوبه تا وقتی اون حالش خوبه منم حالم خوبه. خود دانی ماجرا این دوتا چی شد؟ دوتا کیه؟ اونا که مدن میخواستن معدن رو ببندن. یه گرفتگی لعلکی بود حل شد. پس هیچ ربطی به شوهر این زنه که گم شده نداره؟ اگه خواستی برای خودت برسی. کیه؟ بچه که بودم همیشه باید میشستم صندلی عقب. هیچ کس هم حق نداشت اینجا بشینه چون من میخواستم پاهامو دراز کنم. تو را گلی چیزی نمیخواییم؟ نه من خودم گل دارم. کاغذی هم هست، هیچ وقت خراب نمیشه. ببینم. نه تو نمیخواد ببینی. ببینیم باید چیه تو ماشین تو میاد. من دارم خفه میشم. تو چی میاد؟ بو میاد دیگه. بو خفه شدم. ولی من که جز یه شما چیزی نمیفهمم. عطری هم زدین. ببین وقتی با من میای بیرون کور کرلال. بله چش. اون ضبط تو روشن کن. بفرم حوار مدرسه خدمت شد. بلندش کن. بلندتر. حالا تشه نباره بی کیفیته. نم بابا زبط تو داخونه وگر نه صدا یکی عالیه. عالی داغه؟ تو هم فوت کن؟ آفرین فوت کن خنک شو. دوستات رفیق بیشتر نداره. ما هم یه وقتایی میره بهشون سر میزن نه که بی خبر بره بمونه. پیش اونام رفتی؟ حسنه که نیستن اما مگره میرم. یکی دو روز وای میسیم اگه خبری ازش نشد خودم میرم پیش. خدا خیر بده. ما جز شما کسی رو ندید. اگه پیداش نشد چی؟ پیدا میشه. به موسی میگم برسونت. خدا خیر بده. بیا بیرم پیشت باشه. نه آتم خونه شما به ما زیاد نیست. بگیر
خدا بچه تو موسی بگرد. موسی برنج پیشکش خانمو ببر. فهاتم خواهی که خبری شد منو بی خبر نذاری. دلم مثل سیر و سرکه می توشی. بچه ها بیایم بریم. روز سیاه؟ بله. پس اون مجنون نامه‌نگاری که صندوق پستی منو بمبارون کرده تویی؟ سلام. سلام. صورتت هم مثل دستخطت زیباست. مرسی. اینا مال من هم؟ بله. نمیخوای بهم بدیشون؟ بفرمایی. مرسی. چرا کاغذی؟ سیاه؟ خیلی اینجوری تا ابد میمونه، هیچ وقت خراب نمیشه. روز سیاه هم یه قصه هیه که من تو بچگی خوندم. قصه دختره هیه که منتظر شاهزاده با اسب سفید بیاد از قلعه نجات بده و اینا دیگه. نه. نه؟ نه. قصه یه گلیه که عاشق میشه، بعد همه رنگ و بوشو میبخشه به معشوقش، وقتی که تا آخر عمرش سیاه میمونه. چه غم انگیز. من آخر این کتابی که خوندم چی شد؟ خوبی؟ خب من اصلا باورم نمیشه شما رو دیدم. کار دارم خواب ببینم عزیز. خودم خیلی دست بزنی؟ خیلی بخونم؟ ناخوناتو چرا اینجوری کردی؟ همین دیروز سالم سالم بود. منم ناخونام میخوردم، بعدم برام فلفل زدن دیگه نخوردم، عوضش سیگاری شدم. تو سیگار میکشی؟ نه. پس یه دقیقه صبر کن من برم سیگارام بیارم. نه یه دقیقه صبر کن. تو که گفتی سیگار نمیکشی؟ نه من نمیکشم، برای شماست. از کجا میدونیست من این سیگار میکشم؟ من خیلی چیزا راجع بهتون میدونم. تمر آرمسترانگ از کجا بودی؟ شما عاشق تمری، منم براتون جمع کردم. خیلی جالب شد. دیگه چی راجع به من میدونی؟ مثلا میدونم که شما عاشق بچه این ولی از ازدواج کردن میترسی، عاشق سفر کردن این ولی هر وقت سوار هواپیما میشین تو چند روز سرگیجه میگیریم، به خرافات اعتقاد نداریم ولی فال تاروت میگیریم، عاشق فردین این صد بارم گنج قارون رو دیدیم، بعد هر وقت که ناراحت میشین گیتار میزنیم. سرتون نخونیم. بعد وقتی که گیتار میزنیم یاد پدر بزرگتون میفتیم. توی حیوانا روباهو بیشتر دوست دارین ولی از سگ میترسین. بعد نوشابرم از قهوه بیشتر دوست دارین، قهوه را از چای بیشتر. درست گفتم؟ مو به مو. ولی این همه چیز از کجا میدونی؟ نه رو همه رو تو مصاحبه هاتون گفتین. من همه شو این سالا جمع کردم. ولی این منصفانه نیست. تو این همه چیز راجع به من بدونی و من راجع به تو هیچی ندونم. چی میخواین راجع به من بدونی؟ یه بهت میگم. بچه نمیه سواشی؟ شما بگین کجا، من خودم. خب بیا با هم تو را گپ میزنیم، حرف میزنیم، میریم دیگه.
نه آخه من رانندم، همین اطراف با اون میام. رانده داری؟ برو ردش کن بره، تو را با هم حرف بزنیم. من برسم هتل بشتم سر میز شام دیگه گوشا میچی نمیشتم. به از من گفتم بود، خودت میدونی. باش برو ردش کن. پس من همین الان میام. من تو ماشینم. بودو همون شد خانم جون، بریم؟ تو برو، من خودم میام. من بدون شما برگردم که نایب خانم سرمو میبره. این بابت چی الان؟ این مال خودت. به نایب خانم نیستی بگو دیگه، خودت بگو مون خونه دوستش. خب دهنت قرص قرص میمونه ها. باشه پریزاده عزیز. سلام عزیزم. سلام سرکار خانم. سلام. خیلی خوش اومدید به هتل ما. مرسی. هر وقت دستور بدید شام براتون سرو میشه. الان گرسنم نیست. هر وقت گرسنم شد میگم بفرستین بالا. به روی چشم. حتی شما مایلید. مگه گشنتون نبود؟ چرا، ولی تو که بهتر میدونی. من یهو اشتهام کور نیست. دلیلش منم؟ معلومه که تو دلیلش نیستی. اگه تو نبودی که من همونجوری تو سالن خوابیده بودم. ولی الان واقعا باید یه ذره استراحت کنم. دو تا کار میتونیم بکنیم، یا با من بیای بالا با هم استراحت کنیم و من میزبان خیلی خوبی باشم، بهت قول میدم که از صبحونه اینجا خیلی لذت ببری، یا اینکه تو اینجا شام بزنی به من قد یه دوش یه چرت کوتاه مهلت بدی تا من برگردم. نه برمیگردم. ببینم تو چشت قهوه‌ای یا عصبیه. دانیال. دانا. اینجا سا. دیگه از انگوشتت نمیافته. دیگه درام نمیاد. آره فکر کنم یه چنوه زیادی پیچیدم، ولی نخش خیلی خوش رنگه. ببخشید دلم طاقت نمیبرد. بهت میامد؟ تو باید بگی زودتر بدوزش. حاتم به نظر ما از اینا میشیم که میگن خیلی به هم میان، یا میگن نه از اینایی که میگن دختر سرتره. بذار کبریتم رو مس. کجاست؟ چرا خاموش کردی؟ الان وقتشه. وقت چی؟ مگه نمیگی چش تو چش حرف زدن برات سخته؟ دارن دنبال فانوس میگردن. الان میارم. تو هیچ جا نمیری. بیا
پیرمرد نیبی نمیخوره به در و دیوار. حرف بزن. ما هرکی کسی میاد زشته. به درک بگو. چی بگم؟ خودت میتونی. نه با چشات، نه با رفتارات. فقط حرف بزن. خیلی خوب. خیلی دوست دارم. بایست دوباره بگو. عزیزم شما مهمون کدوم اتاقی؟ 321 اتاق دانیال. اون که رفت. کجا رفت؟ اون اصلا اینجا صبونه نمیخوره. خودش به من گفت صبونه اینجا خیلی خوشمزه است. اونه به همه مهموناش میگه. نه من که مهمونش نیستم. آره میدونم. همه رو حفظم به خدا. از صبح هر روز یکی از 321 میاد بیرون و میگه من مهمونش نیستم و از این حرفا. حالا اینکه صبحونه است و حساب کتابش شده، یه اتاق اون پایین هست مال خدمه هتل که بچه ها میخوان به کسی سور بدن میرن اونجا. خانم کجا داری میری؟ بفرم بشین. تو زیادش کنم. دیروز رفتیم خونه دوستتو مریم خانوم. اصرار کرد شب بمونی. شما هم موندی.
دور و برم تلفن نبود که بخواین زنگ بزنی خبر بدی. منم شب منتظر موندم که صبح براتون بیارم. یکی از دوستاشون آقا چطور؟ اسمش چیه؟ من فضولم آقا. فکرم مریم اونهاش کجا بود؟ سمت چهار اینجوری نکه دختر بهت میگم پنجه آفتاب خوشگل وقتی میخندین این چال زنختونش هوش از سرت میاد. اما چه چیزی مست ولش کن. نه نه یه جای دیگه است. نه میبرم چرا؟ بعد پول خرج کنید. دوباره گفتم بگو سلام. تام خوام. کرمون اون صدای بلورین دارم. اما چه چیزی که حسین ما رفتی؟ نه 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 یه جای دیگه است. کرمونش دارم برم. نه نه بلاگ. میبرم چون. گفتم کرمون اون صدات برم من. هر چی گفتم اسمش بشه نگو. دختره. سلام علیکم حاتم خان. بفرمایی لبی ترک کن بلند شو گم شو ایران چی شده مگه؟ من چیزی نگفتم آتم خواهم اوهی که خوردن رو نباید اینجا نشخار کنم من چیزی گفتم خوش من حرفی نزدم آخه بابا من حرفی چیزی نگفتم که من حرفی نزدم که بابا آتم خواهم خوش گذشت شما مونی بهت خوش میگذشت به خدا اگه اون چیزی که بابا بلم خب بلم کن برو بیرون نزده هرم باشه برو بیرون نزده هرم باشه آقا حاتم خان آقا حاتم چیه؟ حرفامو شنیدی یاد زنت افتادی آره؟ هنوزم